خانم‌ها و آقایان، برادران و خواهران، دوستان و کسایی که مدت خیلی زیادی ندیدمشون، ولی در هر صورت همیشه به من لطف دارن، تمام ایرانی‌های دنیا و 70 میلیون مردمی که اینها به وسیله تلویزیون، به وسیله اینترنت، به وسیله یوتیوب و به وسیله آمدن و دیدن من و فیسبوک و برنامه‌های دیگه با بنده در تماس هستن دایرکتلی یا ایندایرکتلی، و من میخوام به همه‌شون بگم درود بر شما، سلام بر شما، گود مورنینگ، و امیدوار هستم که سالم باشید. خبر خیلی جالبی برای دنیا دارم و میدونم که امروز بیشتر فارماسیوتیکال کمپانی های دنیا نشستن که ببینم من چی میگم، چون من به همه شون گفتم که عرض میکنم امروز The End of Cancer. End of Cancer یعنی دیگه کانسر تموم شد. من برای خاطر اینکه شروع کنم به صحبتام که من چه کارهایی کردم که این رو بگم و به شما ثابت کنم حرفی که 3.5 سال بهتون میزدم این رو انجام دادم و از دین خودم اومدم بیرون، امروز من اول باید به شما دو تا عکس نشون بدم. یکی که یه خانمی که ایشون سرطان داشتن سینه‌شون، این سینه سرطان که میبینید این خوب شد، اون دست چپی موقع خوب شدنشه، دست راستیش موقع چیه؟ موقعی که سرطان گرفته. این پس سرطان سینه. اما سرطان صورت که این سرطان شما میتونید ببینید اگر آقای مهندس لطف کنن و این سرطان صورت رو که من قبلا نشون دادم دوباره بذارن که مردم ببینن، این سوراخ هایی که توی صورت این آقا بود و به وسیله قرص هایی که من درست میکنم و این قرص ها رو معرفی کردم به تمام کسای دنیا. آقای مهندس این عکس ها رو دارید؟ بله بفرمایید. این موقعی که خوب شده ایشون و موقعی هم که ایشون خوب نبود، این هم موقعی که ایشون اون سوراخ ها رو میبینید، اگه این کثافت میرفت به مغز ایشون، ایشون مرده بود. ولی بنده خواستم بهتون عرض کنم که این دارویی که من به بازار میارم و الان مقدار زیادی از این داروساز کمپانی های دنیا با من تماس گرفتن که من بیام یه مقدار پول بگیرم و این رو اعلام نکنم، اون اینه. من به انگلیسی میگم که اونایی که دارن گوش میدن گوش بدن و اونایی که میخوان بدونن بدونن، و اون اینه. این من نوشتم به انگلیسی، بعدا به فارسی ترجمه میکنم. نوشتم که Ladies and gentlemen, my medicine helps eliminate or reduce the production of cancer-causing chemical. They also help to deactivate cancer promote enzyme. This is important, especially for people that they have breast cancer or they have colon cancer. Also, this medicine does help and destroy a problem with constipation و digestion و food allergy. ببینید دوستان عزیز، معنیش به فارسی اینه. شما خاطر مبارکتون باشه، من اولین کسی هستم در دنیا که اومدم به شما گفتم اول باید خونتون تمیز بشه. تمام مردم خندیدن، مسخره کردن، گفتن این نمیفهمه، این نمیدونه، این چی داره میگه، این همش شروره فلانه.
یادتون میاد؟ همین آقایون، همین خانوما، همین مردم بخیل و حسود، اینا اومدن یک هفته بعد شروع کردن آقا اگه میخوای خودتو خوب کنی خونتو تمیز کن، خونه باید تمیز شه. البته نه دارویی نشون دادن، نه مسئله‌ای نشون دادن، نه هیچی، فقط گفتم اینجوری بشه. و مردم هی تلفن میزدن آقا ما بخوام خونم تمیز شه، تمیز شه. منم برای اینا هی چیکار میکردم؟ دارو میفرستادم به سراسر دنیا و اینا میخوردم و خوب میشدم و حالشون بهتر میشد. بعد منم گفتم عزیز من امیون سیستم باید بالا بره و این بدن ما باید چیکار کنه؟ باید این بدن ما قلیایی باشه و بشه و اسیدیک از بین بره. این دارو که میاد به بازار که باعث اینه که مردم سرطان نگیرن هر جای دنیا میخوان باشن، اینایی که دارن تو ایران کمپلین میکنن، شکایت میکنن آقا هوا بده، آقا این بده، آقا غذا بده، آقا اون بده، این داروش. شما احتیاج نداره دیگه کمپلین بکنید. این دارو رو من برای شما آوردم که شما این دارو رو که میخورید بدنتون قلیایی میشه، قلیایی میمونه و شما سرطان نمیگیرید. این مسئله ای هست که من مطالعه کردم مدت زیادی. یادتون میاد بهتون گفتم 92,000 ساعت یعنی 15 سال من فقط سرطان، ایدز، سرطان، سرطان. البته من چون ورزشکار هستم و بودم از بچگی و توی ورزش بزرگ شدم، من اسپورتس مدیسن تخصصم هست و روی خیلی مردم در اینجا، اینایی که در دسترس من هستم، روشون کار میکنم، باهاشون هستم. هر روز صبح لب آب مقدار زیادی مردم میان اشکالات استخونی و مایچه‌ای دارن که اینا همه رو من درست میکنم واسه شما. ولی یک خانم خیلی محترم، رفیق خیلی خوب، دوست و خواهر خیلی عالی که من میدونم چه کسایی بهشون حسودی میکنن، ایشون میاد دو دفعه پیش من، آرترایتیس جبین رفته و ایشون احساس خوب میکنه. این خانم شریف، این خانم گل، این خانم عالی، ایشون یکی از کسایی هستن که از روز اولی که من این خانم رو میشناسم ایشون بهتر از خواهر من هستش و ایشون کمک های خیلی زیادی در سراسر دنیا برای من کرده. بزرگترین ادورتایزینگ اینست که میگه میبینی؟ نگاه کن، من این مریضی رو داشتم، این خوب کرد، من این کار رو داشتم، این کرد، این کار رو کردم، اون کرد. و این مردم رو میاره تو آفیس به من معرفی میکنه و من میگه آقای دکتر شما ایشون رو، اینش رو خوب کن، اونش رو خوب کن، اونش رو خوب کن. و اینا بعد از یه مدتی، اینا هم غیر از بودن خواهر من، خواهر میشن و شروع میکنن و برای من مریض آوردن. اشکان بزرگتون که این داروی جدید چیکار میکنه برای شما؟ این داروی جدید اون کمیکالی که باعث این میشه که بدن شما قلیایی نشه، این رو از بین میبره یا استاپش میکنه و باعث این میشه که شما بدنتون قلیایی بمونه. و اون انزایمی که باعث این میشه که سرطان تو بدن بیاد، این رو یا اسلو میکنه یعنی یواشش میکنه یا از بین میبره. این دارو باعث این میشه که شما سرطان نگیرید. البته یادتون باشه خون تمیز، امیون سیستم بالا و از بین بردن سل سرطانی. این عکسایی که شما دیدید دلیل اینه که این سوراخ ها بسته شده به خاطر اینی که چی شده؟ این بدن خون شروع کرده از اینجاها رفت آمد، خون تمیز، و باعث شده این سل ساخته بشه در عرض دو هفته.
اون خانوم که سینه‌شو عکسشو برای من فرستاده از مکسیکو و ایشون که میخواستن این سینه رو ببرن و گفتن تو میمیری، تو اصلا زنده نخواهی بود چند ما دیگه. ایشون نه اینکه زنده است، سرطان دیگه نداره. شما خودت قاضی باش، خودت تماشا کن، خودت ببین کی تو این دنیا سرطان رو با قرص درست کرده، نه عمل جراحی، نه بیمارستان های گران قیمت که پول های مردم و همه رو خونه هاشون رو بفروشن برن بخوان سرطانش رو آخرم میمیرن. این تماشا کنید، خودتون قاضی باشید. و البته یادتون نره تمام این مسائل رو همه رو خدا به من داده، اینا از خدا میاد، چون من باورم اینه که هر اتفاق جالبی که برای ما میفته و هر اتفاق دیگه، اینا رو همه رو خدا میده به ما. و من به خدا باور دارم و از خدا تشکر میکنم. و غیر از اون بنده خدا که شما هستید، از تمام شما، حتی دشمنا، حتی کسایی که شنیدم این ور اون ور میرن و از من بدی میگن، به خصوص یه آقایی که این آقا اسمش مسعوده، این آقا خودش شما هم معرفی که از نماینده دولت ایران، که من بعدا فهمیدم که ایشون نماینده دولت ایران نیست، چون به من تلفن زدن و با من خواستن صحبت کنن از ایران و خواستن بپرسن که این آقای مسعود خان کیه چیه. و وقتی من با این آقا صحبت کردم، ایشون به من گفتن که ایشون در ایران این ور اون ور داره میره و داروهایی که شما به ایشون دادی که اونجا بره و به دولت بفروشه، این داروها رو برده که بسازه، ولی اینها میخوان با اون کسی که این دارو رو درست کرده صحبت کنن. دوستان عزیز، این کارا اشتباهه. این داروها رو همه رو خدا داده، این خدا نمیذاره کار اشتباه بشه. برای همینه که دنبال این آقا هستن و این آقا رو الان یا فردا یا پس داره یکی این روزا جوابش رو خواهند داد. و این اشتباهاتی که بعضی مردم میکنن و فکر میکنن همه مردم احمقن و مردم نمیدونن و نمیفهمن، متاسفانه مردم بیشتر از خیلی چیزا میدونن و خیلی هم کمک میکنن و تماس میگیرن و چیزهایی که باید شاید انجام خواهد شد. عرض کنم به زودون که دوستان عزیز، من در ایران نماینده ای ندارم. من در ایران میخواستم نماینده داشته باشم. چند تا آدم های خیلی عالی، خیلی خوب، at first، یعنی بعد شروع شد، اومدن و گفتم ما این کار میکنیم، این کار میکنیم. مداری داری برای این فرستادیم، هم دوره رو فروختن و پولاشو خوردن. It's okay. ولی 10 برابر بیشتر خدا فرستاد. و عرض کنم به زودتون که الان نماینده در ایران نیست. اگه کسی خواست بگه این داروهایی که من معرفی میکنم اینجا و اینها میخوام بگن این اینه، اینا رو باور نکنید تا اینکه از خود من شخصا بشنوید، با من تماس بگیرید و من براتون دارو میفرستم خودم تنهایی، دفتر من براتون میفرسته و شما مثل همیشه، مثل همه کسای دیگه، اگر برنامه ای دارید فقط با من صحبت بکنید. من در خدمت همتون هستم. این آقای عقیلی یا عقیل که ما با هم دوست شدیم، ایشون تو یکی کوههای خیلی نزدیک کوههای جالب زندگی میکنن در عقیل ایران. ایشون خیلی مرد شریفیه، خیلی مرد خوبیه و ایشون غیر از این که این داروهای منو میخرن و این داروهای منو میخورن، برای خودشون و فامیلشون، به خصوص خواهرشون،
ایشون همیشه منو تشویق میکنن، ایشون همیشه به من حرفای خوب میزنن، ایشون همیشه سپورتی به من هستن. من ازشون خواستم جلوی تمام دوستانی که من میدونم چقدر من دوست در ایران دارم و سراسر دنیا دارم و چقدر مردم به من افتخار میکنن، بهتون بگم این آقا آقای خیلی گله، من ازشون خیلی ممنونم، ازشون خیلی متشکرم و امیدوار هستم که این دوست عزیز من بدونه که تمام لطفهایی که این آقا برای من کرده یا میکنه منشون ممنونم. پس بنابراین دارویی که من دارم راجبش صحبت میکنم این هست کانسر پریونشن، یعنی شما این دارو رو میخورید سرطان نمیگیرید، سرطان نخواهی گرفت. این ایران و مردم ایران که کمپلین میکنن که آقا ما اینو میخوریم اینجوری اونو میخوریم، خب البته معلومه شما زهر بخوری توجه میکنی مریض میشی، ولی راجب کار خودم، راجب برنامه خودم دارم باهاتون صحبت میکنم که شما این دارو باعث این میشه که بدن شما قلیایی بمونه، این کمیکال و انزایم که ما باعث شدن و گرفتن سرطان در بدن یا بیرون بدن این اتفاق می افتاد، اینها رو یا از بین میبره یا کمش میکنه، اسلوش میکنه، استاپش میکنه و باعث این میشه که شما سرطان نگیری. یادتون نره اسپورتس یعنی ورزش، به خاطر اینکه خون بچرخه تو بدن، نوتریشن غذا، غذاهای گیاهی، مرتب بهتون عرض کردم غذاهای گیاهی 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 که همه تون میدونی بهتر از من چیه، و دارو، اینم داروهایی که من براتون آوردم. پس بنابراین the end of cancer یعنی آخر سرطانه. سینه‌ای که میلیون ها نفر خانمای خیلی گل، مادرهای خیلی عالی، مادر بزرگای خیلی عالی از بین رفتن، خودتون قاضی باشید. سرطان پوست و گوشت خودتون شاهد باشید، خودتون داور باشید، خودتون قاضی باشید. اینا رو همه رو دیدید، همه رو نشون دادم. باز هم این مردم رو من میارم تو تلویزیون همینجا و میذارم اینها به شما بگن که چطوری این کثافت سرطان رو از بین بردن با کمک و هلپ خدا. هیچ چیزی درست نمیشه بدون کمک خدا. البته تمام مردم همه این عقیده هایی که بنده دارم ندارن، یعنی راجع به خدا صحبت نمی کنن، خدا را قبول ندارن، عرض کنم میگن خدا اصلا وجود نداره، برنامه ای هست در تلویزیون یا بود که یا آقایی اومده بود میگفت که من به شما میگم خدا وجود نداره، اینجوریه، حتی مردم رو دعوت میکرد باهاش صحبت بکنن. ببین عزیز من، شما اگر بدونی که این بدن، بدن ما چطوری درست شده، این بدن الکی درست نشده، یک کسی این بدن رو درست کرده و اون خدا هست و تمام این مریضی ها که میاد و خدا اینا همه رو داروشو میده و رفع میکنه، اینا همه کار خداست. در صورت میدونین از عزیز من، گفتن این حرف رو زیاد اونطوری منفعت نخواهد داشت تا اینکه مردم با چششون ببینن. خدا رو دیدن شما خیلی ساده میتونی ببینی. جاهایی که من در عمرم بودم و برنامه هایی که برای من اتفاق افتاده و اتفاقاتی که افتاده، من باعث این شده که این رو ببینم و خدا رو ازش تشکر کنم به خاطر تمام لطف، معرفت و انسانیت و کمک هایی که به من شخصا و به بچه هام، 4 تا بچه که این 4 تا بچه های من اولیشون هر پیشه است،
دومیش دکتر طبه، سومیش کانترکتور خیلی بزرگ در آمریکاست و چهارمی هم داره دکتر میشه و ایشون 100% موفق خواهد شد. در هر صورت دوستان عزیز، این داروی جدید برای جلوگیری از سرطانه که شما سرطان نگیرید. اگر شما کانستپیشن، یعنی شما نمیتونستید رستروم برید، توالت برید، این کمک میکنه. اگر شما دایجستشن پرابلم داشتید، این کمک میکنه. و اگر الرژی، غذای خوردید و به شما الرژی داد، اون رو هم از بین میبره. این داروی جدیدی هست که بنده برای شما آوردم و این دارو الان دارن میسازنش و به زودی من این دارو رو میارم اینجا نشونتون میدم و شما میتونید تلفن بزنید، اوردر بدید. راجع به تمام خانم هایی که این داروی جوونی رو خوردن و موقع های مختلف در روز شب به من تلفن میکنن، ابد روز شب آمریکا دارم عرض میکنم، از ایران و افغانستان و اروپا تلفن میکنن، ازشون ممنونم، ازشون متشکرم. من میخوادم بهتون عرض کنم که این داروی جوونی یه دارویی هست که مردم جوون میمونن برای خاطر این که این دارو سلای جدید همراه سلای قدیم درست میکنه تو بدن و این سل قدیم از بین میره و این سلولای جدید جاشو میگیره که اینا جوونن و این باعث این میشن که شما پوست خوب داشته باشی، شما بدن جوون داشته باشی و احساسات و حالتون جوون باشه. من مرتب مردم های مختلف میبینم، جاهای مختلف، لب آب، دریا. من لب آب که میگم یعنی دریا. اینجا تقریبا در حدود از دفتری که من دارم، کلینیکی که من دارم، از اونجا تقریبا در حدود 5-6 دقیقه به آب فاصله داره و من مرتب هر روز اونجا هستم. اصلا تمام عمرم لب آب بودم در آمریکا و مقدار زیادی دوستانی دارم که اینا با من بزرگ شدن، مثل آقای کامران خان که الان داره تماشا میکنه، آقای دنی آقا که ایشون دارن فکر میکنم که مشغول کار خودش هستن، ولی خب البته من روزا با اینا صحبت میکنم و به ایشون میگم، و آقای مایک که من بعد از چندین سال ایشون رو دیشب دیدم با خانم خیلی عالی که باشون بودن که الان برای من رو تماشا میکنن. از کنم از که این بچه ها و رفیق ها و دوستان اینها غیر از اینی که مرتب میان و از من سوالایی راجع به سلامتی میکنن و به من میگن اینجام درد میکنه، 5-4 دقیقه چشم، من اینجام درد میکنه، اونجام درد میکنه، آقا اینجوری بکن، اینجوری بکن، اینا اینا یه مقدارم دوست دارن راجع به این برنامه هایی که من انجام دادم، چون اینا میبینن و میفهمن که چه کسایی در آمریکا اینا میان دفتر بنده و تلفن میزنن، اپایم میزنن، میان اینا چطوری سرطان داشتن که داشتن میمردن و خوب شدن و اینا الان دیگه باور میکنن. دوست عزیز دارم به اسم آقای سیروس خان که ایشون گرفتار این جریان بودن و ایشون الان همه جا دارن صحبت میکنن که چطوری من به ایشون کمک کردم و الان ایشون به خاطر یاد گرفتن این، با اینکه ایشون نه دکتر هستن و نه تحصیلات مدیکلی دارن، ایشون مطالعات زیادی کردن راجع به سرطان و ایشون دارن کمک میکنن به عده دیگه و در ایران ایشون هر وقت میرن چند تایی سرطانی معالجه میکنن و برمیگردن. در صورت دوستان عزیز، این مسائلی که من روش همش کار میکنم و به خاطر این بود که به اینجا برسه که بهتون بگم که پایان سرطان
یعنی دیگه سرطانی نباید وجود داشته باشه. اگر شما این قرص ها رو بخورید، این قرص ها رو امتحان بکنید، این قرص ها به شما این کمیکال و انزایمی که باعث این میشه که شما بدنتون اسیدیک بشه که شما سرطان بگیرید، اینا از بین میره یا اسلو میشه و این باعث این میشه که شما امیون سیستمتون بالا بیاد و شما رو قوی بکنه و شما سرطان نگیرید. من فکر کنم بیشتر از یه دقیقه ندارم. من این صحبتهایی که این چندین ساله کردم برای شما راجع به سرطان، من فکر میکنم که دیگه امروز خبر خیلی خوب بهتون دادم. من میدونم الان که من از این در برم بیرون تلفن‌های مختلف به من میشه در از دنیا و مردم الان امیدوار هستن و امیدوار میشن که سرطان دیگه نخواهند گرفت و نباید بگیرن. البته خیلی 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 کمپانی‌هایی هستن که از مرگ مردم به خاطر سرطان اینا چیکار میکنن؟ اینا پول میسازن و زندگی میکنن. البته تمام اینها برای پریونشن و برای کمک به کسایی که سرطان نگیرن توش بیشتر پوله، بیشتر میتونن پول بسازن، میتونن همین برنامه رو عوض کنن، برن توی برنامه ای که چطوری مردم رو کمک کنن که مردم این سرطان رو نگیرن و واقعا داغون نشن، خانواده ها ازن پا نشن، خانمی که فوت کنه مردی که تنها باشه تنها بمونه، بچه ها رو باید بزرگ کنه، یا اینکه برعکس، یا اینکه خانواده ای اصلا با هم بزرگ شدن بین اینا یه سرطان میگیره میمیره و این اینا همه دیگه استاپ شد، دیگه وجود نخواهد داشت. راجب گفتم بهتون جوونی و سفید شدن و بدن خوب پیدا کردن و به قول خودمون خوشگل شدن، این داروها رو من به خیلی ها در ایران دادم، خیلی ها این دارو رو میخورن و ازشون خیلی 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 ممنونم، خیلی متشکرم که اینها مرتب تلفن میزنن تشکر میکنن. خیلی مردم در ایران اینها وقتی که میشنون که این داروها به این خانوما به خصوص یا آقایون فروخته شده، اینا تلفن میکنن و اینا اوردر میدن و اینا این داروها رو میخوان. امیدوار هستم که شما بدونید من 24 ساعت اویلیبل هستم برای شما، شما میتونید هر موقع دلتون خواست تلفن بزنید باهاتون صحبت میکنم و امیدوار هستم که این مسائلی که امروز گفتم غیر از اینکه خودتون این رو شنیدید، این مسئله رو شما لطف کنید به کسایی که میشناسید بگید و اینها رو انکورج بکنید که این مسئله سرطان به زودی تمامش از بین میره، همشون خوب میشن و خیلی ها که سرطان ندارن سرطان نخواهند گرفت به خاطر این داروها. خیلی ممنون، خیلی متشکر، خدا به همراه و امیدوارم که شما این حرفای من رو دوباره گوش بدید. این تلویزیون تلویزیون خیلی عالیه، آقای مهندس و صاحب اینجا خیلی زحمت میکشن، این برنامه من رو 2-3 دفعه در هفته نشون میدن، این برنامه رو 1-2 دفعه تماشا کنید. اگر شما سوالی داشتید به من تلفن کنید، تلفن من هست 310-909-3930 و فکر میکنم که End of Cancer یعنی پایان سرطان از امروز شروع شد. خداحافظ.